مثل یک دوم، مثل سه دوم، مثل پنج دوم، مثل سه چهارم. اینا رو دیگه ما انتظار داریم شما حفظ باشید. یک دوم میشه نیم، سه دوم میشه یک و نیم، پنج دوم میشه دو و نیم، سه چهارم چقدر میشه؟ هفتاد و پنج صدم. خوبه، پس اینا رو باید حفظ باشیم. خب بابا داشتیم ما چیکار داشتیم میکردیم کارمون به اینجا کشید؟ داشتیم انحراف معیار حساب میکردیم. الان رسیدیم به دونیم نداریم آقا تو گزینه ها، به خاطر که هنوز انحراف معیار نیست. این چی الان ما حساب کردیم میدونی؟ دامن پراکندگی استاد؟ نه، به این میگن واریانس. واریانس بخ. حالا انحراف معیار چجوری حساب میشه؟ بچه ها انحراف معیار جذر واریانس ده. بازم تأکید میکنم من اینا رو بعداً درس میدم و الان اصلا بحث ما خود آمار نیست، دارم محاسبات با هم تمرین میکنیم. بچه ها ما بعد از اینکه میانگین رو حساب کردیم و این عملیات رو انجام دادیم، عددی که به دست میاد بهش میگیم واریانس. حالا از واریانس جذر بگیریم میشه انحراف معیار. ما عددی که به دست آوردیم دو و نیمه، اون چیه؟ واریانسه. حالا سوال که از ما واریانس نخواسته، چی خواسته؟ انحراف معیار. انحراف معیار رو با این نماد نشون میدیم، سیگما، که حالا خیلی مهم نیست. بعد از دو و نیم جذر بگیریم. امیر محسن جان بلوست، من چند تا عدد میگم، شما بی زحمت سری جذرشون رو حساب کن. آماده ای؟ بفرماست. 25 5 36 6 49 7 9 3 4 2. خب اینه که من از تو پرسیدم جذر روند داشتن بره. ولی دو و نیم جذر روند نداره. دانش آموز یک سوتی های وحشتناکی میده، میگه آقا 25 جذرش 5، پس 2 نیم جذرش میشه نیم. اصلا نداریم همچین قانونایی. خب الان چیکار کنیم امیر محسن جان؟ ما سر جلسه کنکوریم، ماشین حساب هم نداریم، ولی باید جذر 2 نیم حساب کنیم بفهمیم کدوم گزینه درسته. چیکار کنیم به نظره استاد؟ به نظرم کاری به عرشه رو نداشته باشیم. خب سری بیام ضرب کنیم، بعد اختلاف عرشه رو حساب کنیم، بعد نزدیکترین عدد به 2.5 رو حساب کنیم. باریکلا. بچه ها ببینید، ما میدونیم جذر 9 میشه 3، پس اگه 3 به توان 2 برسه باید بشه چند؟ 9. وقتی ما جذر یه چیزی رو میگیریم یه عددی به دست میاد، اون عدده رو به توان 2 برسونیم میشه حالت اولیش. معلومه جذر 2.5 رو بگیرم که یه عددی بشه. خب من نمیدونم این عدد چنده، ولی میدونم این عدد یکی از این گزینه هاست. پس من به جایی که جذر 2.5 رو بگیرم، گزینه ها رو به توان 2 میرسونم، ببینم کدومشون به 2.5 نزدیکتر میشه. بهترین راه اینه. برای بچه رشته ریاضی و تجربی ما روش محاسبات جذر تقریبی داریم که به درد ما بچه انسانی خیلی نمیخوره، برای ما بهترینش اینه. خب گزینه یک، بی خیال ممیزش بشیم، 9 به توان 2 چقدر میشه؟ 81. ولی چون یه رقم اعشار داشته، وقتی به توان 2 برسه میگیره دو رقم اعشار، 81 صدم. خیلی با 2.5 فاصله داره. بریم گزینه 2، ممیزشو بردار، 12 به توان 2 144 و ممیز میشه 1.44. بچه ها یک سری از توانها رو ما باید حفظ باشیم که آدم تو جزوه براتون می نویسم که موظفید حفظ کنید، از جمله 12. 12 جزوه عددهایی که باید توان 2 شو حفظ باشید که میشه 144. اگر شما حفظ نباشید سرعت عملتون کم میشه. خب 144، ولی چون یه رقم اعشار داشته، وقتی به توان 2 برسه دو رقم اعشار میگیره، میشه 1.44. هنوز با 2.5 فاصله داریم امیر محسن جان. بله درست.
خب بریم سراغ بعدی. یک و نیم به توان دو